تهیه کنندگان این برنامه می دانند اعتقادات مذهبی مختلفی وجود دارد. هدف این برنامه محکوم کردن هیچ کس نیست، بلکه ما همه را دعوت می کنیم تا اعتقاداتشان را با اطلاعات ارائه شده در این برنامه مقایسه کنند. برای قرنها انسان در مورد وجود زندگی پس از مرگ متحیر بوده. عده‌ای به تناسخ و زندگی دوباره در جسم دیگری معتقدند. عده‌ای دیگر فکر می‌کنند با مرگ زندگی ما پایان می‌گیرد. و عده‌ای زیادی هم معتقدند روح شخصی که می‌میرد برای تمام ابدیت به بهشت یا جهنم می‌رود. سلام، من فرانسیس سنفیوسو هستم. طبق آمار یو اس نیوز و ورلد ریپورت تقریباً 80% مردم معتقدند جایی به اسم بهشت وجود دارد که مردم پس از مرگ اونجا زندگی می‌کنند. نمیدونم آیا هیچ کدوم از اونها به بهشت میرن یا نه. طبق آمار اغلب اونا امیدوارن به بهشت برن، ولی هیچ کدومشون مطمئن نیستن واقعا شایسته بهشت هستن یا فقط عده خاصی اونجا میرن. شما چطور؟ شما به بهشت میرین؟ سلام، من جیل هالیر هستم. اگه میانگین سن کسانی رو که روی زمین زندگی کردن حساب کنین، میبینین که عمر هر کس به طور متوسط 65 سال میشه. شما احتمالاً فکر میکنین بیشتر از این عمر خواهیم کرد، اما نکته اصلی اتفاقی است که پس از مرگ میفته. بیشتر از 80% مردم معتقدن که بهشت و جهنم وجود داره. در این برنامه من و فرانسیس میخوایم از شما دو سوال مهم بپرسیم که کمکتون میکنه بر اساس بهترین اطلاعات موجود مشخص کنین که آیا به بهشت میرین یا نه. حالا اجازه بدین امتحانمون رو با سوال شماره 1 آغاز کنیم. سوال اول ساده است. آیا فکر میکنین پس از مرگ به بهشت میرین؟ میتونید فیلم رو نگه دارید و در مورد سوال فکر کنید. آیا فکر میکنین پس از مرگ به بهشت میرین؟ بله فکر میکنم. بله. مطمئن نیستم. امیدوارم. بله میرم. بله. نه نمیرم. امیدوارم. بله. مطمئنم. نه نمیرم. من واقعا نمیدونم. نمیدونم. بله میدونم که میرم. البته که میرم. بله خواهم رفت. میرم. نه نمیرم. بله. فکر نمی کنم خدایی وجود داشته باشه. ما وقتی مردی میریم زیر یه متر خاک. بیش از 55% مردم در پاسخ به این سوال گفتند بله من به بهشت میروم. 35% گفتند امیدوارم یا مطمئن نیستم و 4% گفتند که به جهنم میروند. 6% هم معتقد بودند که بهشتی وجود نداره. سوال دوم ما احتیاج داره شما کمی بیشتر فکر کنید. سوال دوم ما اینه: چرا شایسته رفتن به بهشت هستید؟ می توانید فیلم را نگه دارید و دلایل خود را بنویسید. طبق آمار 6 دلیل کلی که مردم فکر می‌کنند به خاطر آن شایسته رفتن به بهشت هستند عبارتند از: من به بهشت می‌روم چون من به خدا ایمان دارم. من کسی رو اذیت نکردم. من می‌دونم به بهشت می‌رم چون به کلیسا می‌رم. من سعی می‌کنم ده فرمان رو نگه دارم. چون من بهترین کاری که می‌تونستم رو کردم. چون من فکر می‌کنم در کل آدم خوبی هستم. همه این جواب ها درسته یا اینکه همشون اشتباه میکنن؟ کجا بهترین جا برای مشخص کردن صحت این جواب هاست؟ خب علی‌رغم پیشرفت های فوق العاده تکنولوژی دنیای ما، تحقیقات نشون میده که هنوز برای اکثر مردم یک کتاب معتبرترین منبع در مورد بهشته. طبق آمار یو اس نیوز و ورلد ریپورت 80% مردم به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا ایمان دارند. این کتاب علی‌رغم حملات و انتقادات زیاد هنوز هم با داشتن تیراژ 8 میلیارد نسخه پرفروشترین کتاب در تاریخ دنیاست. گذشته از محبوبیت، کشفیات علمی و باستانشناسی مثل تومارهای دریای مرده باز هم اعتبار کتاب مقدس را تایید می‌کنند. و البته صدها میلیون نفر در سرتاسر دنیا معتقدند که مطالب کتاب مقدس حقیقت دارد. بسیاری از بزرگترین منتقدان کتاب مقدس مثل استاد برجسته حقوق هاروارد سایمون گرینلی یا باستانشناس معروف دنیا سر ویلیام رمزی می‌خواستند غلط بودن ادعاهای انجیل را ثابت کنند، ولی پس از مطالعه دقیق حقایق آن اتفاق عجیبی برای این منتقدان مصمم افتاد. آنها نظرشان را تغییر دادند و به این نتیجه درست رسیدند که حقایق کتاب مقدس کاملا درست و معتبر است. مشکل اصلی اینه عده زیادی از مسیحیان و طبیعتاً اغلب غیر مسیحیان هرگز برای مطالعه دقیق اون وقت صرف نکردند. پس بیاین برای چند دقیقه انجیل رو برای پیدا کردن نظرش در مورد جوابهای داده شده بررسی کنیم. به خاطر بیارین سوالهای ما این بود: چرا فکر میکنین شایسته رفتن به بهشت هستین؟ و تنها 2% مردم جواب شماره 6 را به این سوال دادن: من به بهشت میرم چون
من کسی رو اذیت نکردم. شاید معنی واقعی این جمله این باشد: من به یاد نمیآورم هرگز کسی رو اذیت کرده باشم. 4000 دلار. پس این پولا کجا میره؟ تو هر ماه سرم قر میزنی، اما این که تقصیر من نیست. کافیه هر ماه این همه پول خرج ماشین قرازت نکنی. اگه تو اینقدر وقتمو نمیگرفتی میتونستم ماشین بهتری بخرم. آه، انگار تقصیر من بود. اصلا این زندگی مسخره است. کتاب مقدس میگوید هر کلمه‌ای که با رنجش و خشم گفته بشه ثبت میشه، حتی اگر کسانی که در موردشان صحبت میشه اون رو نشنوند. ببخشید، میشه حواستون رو بذارید رو کارتون؟ متاسفم قربان. مردی که یه خرفت. یه دقیقه صبر کن. بهت گفته بودم دیگه حق نداری با این لباس از خونه بیرون بری. از اینکه بگی چیکار کن چیکار نکن خسته شدم. خیلی خوب، حق نداری بری بیرون. ازت متنفرم. از چشمم دور شو. همه ما دیگران را رنجانده ایم. در انجیل متی باب 5 آیات 21 و 22 عیسی در مورد ریشه این عصبانیت ها میگوید: گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود محکوم به مرگ می باشد، اما من می گویم که حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی باید تو را محاکمه کرد، و اگر برادر خود را ابله خطاب کنی باید تو را به دادگاه برد. و حتی او می گوید اگر به دوستت ناسزا گویی سزایت آتش جهنم است. به نظر می رسد از نظر عیسی عصبانی شدن از دست کسی مساوی است با اذیت کردن کسی. بنابراین طبق تعلیم عیسی روحیه هر کس یا نیتش به اندازه اعمال او مهم است. شاید شما فکر می کنید از نظر فیزیکی و احساسی کسی رو اذیت نکرده اید، ولی آیا شما می توانید با صداقت بگویید که هرگز از دست کسی عصبانی نشده اید؟ طبق گفته عیسی فقط عصبانی شدن از کسی برای از دست دادن شایستگی بهشت و مستحق آتش جهنم شدن کافی است. حالا جواب پنجم رو بررسی می‌کنیم. در پاسخ به این سوال که چرا شما شایسته بهشت هستید، 5% مردم گفتند من سعی می‌کنم ده فرمان رو نگه دارم. طبق آمار جدید The Day America Told Truth، فقط 13% مردم آمریکا هنوز به تمام ده فرمان معتقدند. و نویسنده این کتاب شاید به راستی نتیجه می‌گیره که در این کشور وجدان اخلاقی وجود نداره. چند دهه قبل مردم دارای وجدان اخلاقی بودند، ولی امروزه اغلب مردم معیارهای اخلاقی خود را دارند و دیگر درستی و نادرستی مفاهیمی نسبی شدند. در رساله رومیان باب 5 آیه 20 پولس رسول میگوید ده فرمان به این دلیل اتا شد تا بر تمام مردم مسلم شود که تا چه حد احکام خدا را زیر پا گذاشتند. پولس میگوید غیر ممکن است انسان بتواند به طور کامل ده فرمان را رعایت کند. یعقوب برادر عیسی مسیح در رساله خود باب 2 آیه 10 می نویسد کسی که همه احکام خدا را مو به مو اجرا کند ولی در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود به اندازه کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است. یعقوب حقیقتی را بیان می کند که در تمام کتاب مقدس روی آن تاکید می شود: اگر شما تنها در یک نکته کوچک اشتباه کنید، در واقع شما قانون را شکسته اید و قانون شکنان وارد بهشت نمی شود. حالا بگذارید جواب چهارم رو بررسی کنیم. 8% مردم می گویند من می دونم به بهشت میرم چون به کلیسا می رم. صدها میلیون نفر در تمامی دنیا به طور مرتب به کلیسا می روند، ولی آیا واقعا تمامی این افراد مذهبی به بهشت می روند؟ امروز تحقیقات علمی به روشنی نشان می دهد که به کلیسا رفتن تأثیر مثبتی روی زندگی شما می گذارد. فشار خونتان پایین می آید و بهتر می توانید با مشکلات زندگی روبرو شوید. به هر حال آیا به کلیسا رفتن یا هر فعالیت مذهبی دیگری می تواند تضمین کند که شما به بهشت می روید؟ به رساله رومیان باز می گردیم. در باب سوم آیه 27 پولس رسول می نویسد آیا حالا دیگر کسی می تواند به خود ببالد و تصور کند که با پرهیزگاری و اعمال نیک خود نجات یافته و مقبول خدا گشته است؟ هرگز. چرا؟ زیرا نجات از کارهای نیک ما به دست نمی آید. پولس همچنین می نویسد زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید، نه به وسیله اعمال، تا کسی به خود نبالد. به عبارت دیگر پولس می گوید کارهای نیک یا اعمال ما را وارد بهشت نمی کنند. شما نمی توانید به خاطر کارهای خوبی که کرده اید به بهشت بروید، حتی کار خوبی مثل یک عمر شرکت در جلسات کلیسا. عیسی
شدیدترین سخنان را به رهبران دینی زمان خود گفت. او آنها را قبر سفید شده، ریاکاران و فرزندان عقرب نامید، چون آنها بیشتر در مورد حفظ ظاهر دقت می کردند تا پاکی باطن و روح. عیسی به روشنی تعلیم داد که رفتن به کلیسا ورود ما رو به بهشت تضمین نمی کنه. تا حالا ما تقریبا نصف پاسخها را مقایسه کرده ایم و نتیجه امید بخش نیست. روبرو شدن با تفاوت دیدگاه بین جواب شما و کتاب مقدس ممکن است باعث شود شما بپرسید آیا انجیل معیار معتبری در مورد بهشت می باشد؟ توصیه می کنم تعصب نشان ندهید. اگر قرار بود شما در مورد موضوعی بسیار حیاتی قضاوت می کردید، آیا تمام شواهد را در نظر نمی گرفتید؟ 10% مردم جواب دادند من شایسته بهشت هستم چون من به خدا ایمان دارم. 90% مردم می گویند که آنها حقیقتاً به خدا ایمان دارند. اما سوال اصلی این است، به کدام خدا ایمان دارید؟ نظریات مختلفی در مورد اینکه خدا کیست وجود دارد. بعضی می گویند همه خدا هستند و بعضی طبیعت را پرستش می کنند. بعضی می گویند که ما باید در مورد مفهوم جهان شمول گرایی به آگاهی برسیم. به هر حال اغلب مردم دیدگاه سنتی تری از خدا را می پذیرند. آنها معتقدند او وجود دارد، اما آیا تنها ایمان به وجود خدا برای رساندن ما به بهشت کافی است؟ در رساله رومیان باب اول آیه 20 پولس رسول در مورد فرهنگی که شباهت زیادی به فرهنگ ما دارد می نویسد انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها می تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می ایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذری ندارد. به عبارت دیگر، از شکوه طبیعت و بزرگی جهان ما باید بفهمیم خدایی هست. در رساله یعقوب باب دوم آیه 19 چیزهای بیشتری نوشته شده. یعقوب می نویسد ممکن است کسی به خود ببالد و بگوید من ایمان دارم که خدا یکیست. چنین شخصی باید به خاطر داشته باشد که دیوها نیز به این حقیقت ایمان دارند، چنان ایمانی که از ترس به خود می لرزند. پس می فهمیم که حتی دیوها هم ایمان دارند که یک خدا وجود دارد. پس چنین عقیده ای ما را در جای خوشایندی قرار نمی دهد، چون کتاب مقدس می گوید که دیوها وارد ملکوت نمی شوند. آنها شریرترین و زشترین موجودات هستند، ولی به خدا هم ایمان دارند. پس روشن است که چنین ایمانی برای بردن شما به بهشت کافی نیست. حالا بیایید به دومین پاسخ نگاه کنیم. 15% مردم میگویند من شایستگی بهشت را دارم چون من بهترین کاری که میتونستم و کردم. نشان می‌دهد که زندگی در دنیای مدرن با تمام راحتی‌هایش از هر زمان دیگر پیچیده‌تر و فنی‌تر شده است. متخصصان می‌گویند که کودکان این نسل اولین نسلی هستند که اطلاعاتشان از والدینشان کمتر است. امروزه در امتحانات برای نمره دادن به سوال‌های استاندارد شده، نمرات خام شرکت کنندگان را روی منحنی می‌برند. باز امروزه انجام دادن بهترین کاری که می‌توانیم یعنی کمکاری و سرزنش کردن دیگران به خاطر اشتباهات خود، احتمالاً والدین، اقتصاد، مدرسه یا دولت. بعضی می‌گویند من چون دوران کودکی سختی داشتم آن اشتباه را کردم. آیا خدا در مورد رفتار و گفتار ما معیار خود را پایین می‌آورد؟ چون زندگی ما مشکل بود، آیا او هم به ما روی منحنی نمره می دهد؟ متی یکی از شاگردان عیسی بود که 3 سال با او زندگی کرد. در باب پنجم آیه 48 انجیلش او می نویسد عیسی گفت پس شما کامل باشید همان گونه که پدر آسمانی شما کامل است. پس عیسی در انجیل می گوید که ما باید کامل باشیم، همانطور که خداوند در ملکوت کامل است. عیسی در سراسر انجیل تعلیم می دهد که خداوند نمره ما را بر روی منحنی نمی برد. معیار او تغییر نمی کند. فقط اشخاص کامل اجازه دارند وارد بهشت شوند. بحرانی بودن شرایط زندگی باعث استثناء قائل شدن نمی شود. به عبارت دیگر، انجام بهترین کاری که می توانستیم بکنیم کافی نیست تا ما را وارد بهشت کند. خب، اجازه بدید آخرین پاسخ خود یعنی پاسخ شماره 1 رو بررسی کنیم. دقیقاً 60% مردم می گویند من فکر می کنم به بهشت می رم چون من فکر می کنم در کل آدم خوبی هستم. تصور کنید زندگی شما به پایان رسیده. ممکن است شما سالهای زیادی زندگی کرده باشید. شاید هم زندگیتان ناگهان و غیر منتظره به پایان رسیده، مثل این مرد جوان. خانواده و دوستانتان جمع می شوند تا برای آخرین بار با شما وداع کنند. آنها همه می دانند که شما در کل آدم خوبی بودید. اما سوال مهم این است که آیا به اندازه کافی خوب بوده اید که به بهشت بروید؟ در رساله رومیان باب 3 آیه 10 پولس رسول می نویسد هیچ کس نیکوکار نیست. در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود.
اغلب مردم فکر میکنند آنها در کل خوب هستند، اما کتاب مقدس میگوید هیچ کس خوب نیست. احساس دلتنگی و غم و غصه وجود ما را فرو گرفته باشد، ولی نباید. عیسی در انجیل گفته فقط خدا حقیقتا خوب است و نه هیچ کس دیگر. به عبارت دیگر هیچ کس واقعا خوب نیست. هیچ کس طبق معیار خدا شخص خوبی نیست. مسلما همه ما احساس میکنیم که در زندگی خود کارهای خوبی کرده ایم، ولی حتما کارهای بدی هم انجام داده ایم. به خاطر بیارین خدا برای بهشت کمال میخواد. خوب به علاوه بد مساوی کمال نیست. پس فقط چیزی که من و شما به عنوان شخص در کل خوب قبول داریم، البته برای ما رو شایسته بهشت نمی‌کنه. نکته مهم اینجاست که هیچ کدام از این جواب‌های متداول بر اساس تعلیم کتاب مقدس درست نیست و اتکا به هیچ کدومشون ما رو وارد بهشت نمی‌کنه. من و شما باید دقیقاً چه کار کنیم تا مطمئن باشیم به بهشت میریم؟ این عجیب نیست که کتاب مقدس در این مورد توضیحات کاملی میده. اما باز اغلب کسانی که کتاب مقدس را درک نمی‌کنند یا مخالفشند، هرگز اون رو به دقت مطالعه نکردند. در دقایق باقی مانده این برنامه، من و فرانسیس تلاش خواهیم کرد به شما نشون بدیم طبق کتاب مقدس دقیقاً چه کار باید بکنیم تا وارد بهشت شویم. اول از همه، کتاب مقدس به صراحت میگه که اساساً ذات انسان با خداوند تفاوت داره و به همین دلیل ما خود به خود وارد بهشت نمیشویم. ما از شنفه پرسیدیم با چه کلماتی خدا رو توصیف میکنید؟ عظیم، پرمحبت، بخشنده، قدوس، قادر مطلق، دانای مطلق، مهربان، مهید، قدوس. حدس بزنین چی شد؟ تمام این توصیفات به عنوان شخصیت خداوند در کتاب مقدس وجود داره، به اضافه این که خدا کاملا خوبه، کاملا مقدسه و هرگز دروغ نمیگه. پس طبق کتاب مقدس خدا قادر مطلق و از هر نظر کامله، اما انسان‌ها چی؟ شما معمولا مردم رو با چه کلماتی توصیف میکنید؟ در کل خوب، دیوانه، آروم و مهربان، بدبخت کننده خود، بی‌وفا. میدونین اونا باید همیشه غرور خودشون رو حفظ کنن. طمع، عصبانی، پر از نفرت، حقباز. از اینجا اختلاف شروع میشه. طبق کتاب مقدس و تعلیمات عیسی، فقط چند جواب آخر به درستی طبیعت حقیقی انسان رو بیان میکنه. کتاب مقدس میگه ما خرابکار، بیوفا، مغرور، طمع و خودخواهیم و در واقع حتی به معیار کامل خدا نزدیک هم نیستیم. هر کس را تنها در مقایسه با دیگران میتوان با کلماتی مثل مهربان، خوب و سخاوتمند توصیف کرد. پس این یک مقایسه نسبی است و همیشه کسانی هستند که شما از آنها محبوب تر باشید. مایکل، هیچ وقت چیزی رو بی اجازه بر ندار. غذاتون پدر. متشکرم عزیزم. خواهش میکنم. شما خوبی خودتون رو چطور با این مرد یا با این زن مقایسه میکنید؟ طبق مقایسه نسبی ما، اغلب ما بین برنده جایزه صلح نوبل مادر ترزا و چارلز منسن، جنایتکاری که عده زیادی رو کشت، قرار میگیریم. اما در مقایسه با معیار مطلق خوبی خدا، همه ما قاصر و ناقص هستیم. همه ما فکر میکنیم مادر ترزا یک قدیسه و در مقایسه با ما این درسته. اما مادر ترزا اعتراف میکنه که در مقایسه با معیار بالای خدا، اون هر روزه قاصره. با این حساب وضع ما چقدر بدتره؟ پولس در رساله تیموتائوس میگوید در ایام آخر مردم خودپرست، پول دوست، مغرور، متکبر، نامطیع نسبت به والدین، ناسپاس، سنگدل و بی‌رحم خواهند بود و عیش و عشرت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. متنفر از خوبی بوده و خیانت در دوستی امری عادی به نظر خواهد رسید. خبر خوبی نیست، اما طبق تیتر روزنامه ها کاملا درسته. اسم این کارها طبق کتاب مقدس گناه است. تفاوت بین انسان گناهکار و خدای کامل فاحشه و بدین ترتیب مشکل شکل میگیره. خدای پر از راستی چطور میتونه انسان به روشنی گناهکار رو که کاملا خوب و مقدس نیست به حضور خودش بیاره، در حالی که ذات اون هرگز نمیتونه چنین چیزی رو تحمل کنه و با گناه هم نشین بشه؟ به خاطر بیارین تنها جانیان بلفطر گناهکار نیستن. کافیست فقط یک اشتباه بکنی. هر انسانی از روز تولد داره طبیعت خودخواه و گناهکاره. اگر شما اندکی با بچه‌ها وقت گذرونده باشید، می‌بینید که بچه‌ها از همون ابتدا به زور می‌خوان هر چیزی رو تصاحب کنند. لازم نیست کسی با اونها یاد بده تا خودخواه باشند. اونها بچه‌ها نوبت منه سوار شم. نه، نوبت منه. گفتم نوبت منه.
دیوونه. ما اغلب به خاطر دلیلی یا صرفاً چون دوست داریم اشتباهی میکنیم و بعداً اگر بالغ باشیم در مورد آن احساس گناه میکنیم. این که چقدر ما خود را شخص خوب و دوست داشتنی میدونیم مهم نیست. خدا قلب ما رو میبینه و فریب نمیخوره. او به هر کدام از ما اراده آزادی داده و او ناظر تصمیمات ماست. انجیل میگوید اگر گوییم که گناه نکرده ایم او را دروغگو میشماریم، چون او میگوید که ما گناه کرده ایم. ما در طول زندگی در جستجوی کمال هستیم، اما طبیعت گناهکار ما و تصمیماتی که میگیریم ما را از خداوند و کمال نهایی جدا میکند. ما در یک طرف پرتگاهی بسیار بزرگ هستیم و خداوند در طرف دیگر آن است. از دید ما به نظر میرسد راههای بسیاری به سوی خدا وجود دارد، اما در واقعیت تلاشهای انسانی برای یافتن خدا از قبیل فلسفه، مذهب، روانشناسی، مذهب عصر نوین یا نیو ایج و شخص خوبی بودن فایده ندارد. شکاف بسیار بزرگ است و تمام این مسائل همیشه ناقص و بی نتیجه خواهد بود. کتاب مقدس میگوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. تنها پاسخ، تنها پل موجود بین خدا و انسان، تنها راه ورود به ملکوت عیسی مسیح است. بسیاری این راه را انتخاب میکنند و حیات جاودانی میابند. دیگران با لجبازی راه خود را انتخاب میکنند و در نتیجه به دریاچه آتش میرسند. نقشه خدا برای نجات دادن ما از مجازات گناه عیسی مسیح نام دارد. کتاب مقدس میگوید لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند. هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. عیسی در این جهان تنها شخص بیگناه و کامل بود. علت آمدن عیسی به این جهان پرداختن جریمه و بهای گناهان تک تک ما بود. او برای من و شما مرد. مجازاتی در مورد او اعمال شد که ما سزاوار آن بودیم، زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد. یعنی عیسی به خاطر تمام گناهان ما مرد و همینطور تمام گناهان شما. مزد گناه موت است و او این بها را پرداخت. عدالت خدا اجرا گشت وقتی که او بر روی صلیب با آخرین نفس خود گفت تمام شد. اما داستان عیسی در اینجا به پایان نمی رسد. مرگ مغلوب شد. او برای همیشه ثابت کرد پسر خداست. سه روز پس از اینکه او در قبر قرار گرفت، خدا او را از مردگان زنده کرد. قیام عیسی تثبیت شده ترین معجزه در تاریخ است. حقوقدانان به ما می گویند شواهد قیام مسیح حتی در دادگاه های امروزی پذیرفته می شود. بعد از اینکه مسیح در مقابل صدها نفر مصلوب شد، در یک دوره 40 روزه بر بیش از 500 شاهد عینی ظاهر گشت. این شبح نبود. آنها با او صحبت کردند، با او غذا خوردند و او را لمس کردند. دشمنانش هرگز نتوانستند این واقعیت تاریخی را انکار کنند. توجه کنین، تفاوت بین مسیح و سایر مذاهب در اینجاست. عیسی گفت من پسر خدا هستم و این را با قیام از بین مردگان ثابت کرد. کتاب مقدس میگوید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه‌اش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. عیسی گفت من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. راه حیات جاودان باریک است و عده‌ای کمی آن را می یابند، اما راهی که به هلاکت منتهی می شود پهن است. انگار عیسی می دانست که عده‌ای کمی ایمان می آورند او پسر خداست. عده کمی می فهمند که او تنها راه به آسمان است. او می دانست خیلی از مردم سایر راه ها را امتحان خواهند کرد که تنها به نابودی منتهی می شود. حداقل حالا شما حقیقت را می دانید و از نقشه خدا برای ورود به ملکوت آگاهید. شما از سرنوشت تلخ انسان ها با خبرید. خداوند به شما روحی بخشیده و شما تا ابد زنده اید. سوال اینجاست کجا خواهید بود؟ در بهشت با خداوند خالقتان یا در جهنم با شیطان و موجودات شریر دیگر؟ به خاطر بیارین تمام 80% کسانی که معتقدند بهشت وجود دارد به وجود جهنم هم ایمان دارند. کتاب مقدس بهشت را اینطور توصیف می‌کند: در آنجا دردی نیست، اشکی نیست، فقط خوشی است، و کتاب مقدس آن را شادی غیر قابل بیان می‌نامد. از سوی دیگر آنانی که به جهنم می‌روند به دریاچه آتش افکنده می‌شوند، جایی که فقط گریه و فشار دندان خواهد بود.
ابدیت در جهنم یعنی تاریکی مطلق، درد شدید، تنهایی مطلق برای همیشه بدون حتی کوچکترین امیدی. خدا به شما توانایی انتخاب سرنوشت ابدیتان را داده. هیچ کس به جای شما تصمیم نمیگیرد. اما فراموش نکنید چون نتایج آن ابدی است، مسلما این مهمترین تصمیمی است که شما میتوانید بگیرید. کتاب مقدس ورود به بهشت رو بسیار ساده و مربوط به این میدونه که شما به عیسی به عنوان پسر خدا ایمان دارید. این سیاه یا سفیده. همینطور که در اینجا میبینید هیچ قسمت خاکستری و محل خمسایی نیست. اگه عیسی رو معلم دانایی میدونید ولی نه پسر خدا، در واقع عیسی رو انکار میکنید. اگه اونو پیغمبر بزرگی میدونید اما به قیامش ایمان ندارید، شما عیسی رو انکار میکنید. پس شما کجا هستید؟ ایمان دارید؟ قبل از جواب دادن باید کاملا در مورد معنی اعتقاد حقیقی مطمئن بشید. کتاب مقدس آن رو ایمان مینامه. اعتقاد قبول کردن با ذهنتونه. ایمان قبول کردن با زندگیه. ما در مورد سرتکون دادن به علامت تایید صحبت نمی کنیم. یک مثال خوب در مورد تفاوت بین اعتقاد و ایمان چند سال قبل اتفاق افتاد. جیمز بلوندون یک بندباز حرفه‌ای کابلی رو در عرض آبشار نیاگارا کشید و 25,000 نفر دیدن چطور مدیرش رو چند بار از عرض آبشار عبور داد. بعد از تماشاچیان پرسید ایمان دارین که باز میتونم این کارو بکنم؟ اونا گفتن بله، اما وقتی داوطلبی خواست هیچ کس داوطلب نشد. همه اعتقاد داشتند او میتواند این کار رو با شخص دیگری بکند، اما در مورد زندگی خودشان به او اعتماد نکردند چون ایمانی به او نداشتند. ایمان داشتن و توکل به عیسی با زندگیتون تصمیمی بزرگتر از اعتقاد داشتن به حقایق تاریخی درباره اوست. این یعنی سپردن زندگی به او. عیسی گفت شما رو حتی در سختی ها به سوی بهشت میبره، فقط اگه شما به او توکل کنید. یعنی باید از راه های گذشته خود توبه کنید و به عیسی به عنوان راه جدیدتون ایمان داشته باشید. توبه در واقع یعنی شما قبول میکنید که گناهکارید و مثل سایر انسانها اشتباه میکنید. اشتیاق دارید از گناهانتون برگردید و در مسیر بی‌نظیر جدیدی حرکت کنید. ایمان داشتن یعنی همین حالا با تمام وجود و صادقانه بپذیرید که عیسی مسیح پسر خداست و شما برای ورود به بهشت به مرگ او روی صلیب و نه کارهای نیک خود متکی هستید. شما با توبه و توکل به عیسی میتونید وارد ملکوت یا بهشت شوید. این برنامه شما رو با عیسی واقعی آنطور که در کتاب مقدس ترسیم شده روبرو کرده. بالاتر از یک پیغمبر یا معلم بزرگ، عیسی پسر خداست. آیا ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید او برای شما مرد؟ در کتاب مقدس هر وقت عیسی شاگردانش را دعوت می‌کرد، به سادگی به آنها می‌گفت مرا دنبال کنید. امروز شما می‌توانید همان تصمیمی را بگیرید که آنها بیش از 1900 سال قبل گرفتند. برای توکل بر عیسی و شروع زندگی با او فقط کافی است با دعا توبه کنید. از خدا بخواهید شما را ببخشد. شما می‌توانید با یک دوست مسیحی دعا کنید یا بعد از تمام شدن فیلم به تنهایی این دعا را بکنید یا اینکه همین حالا با ما دعا کنید. خداوند خواهش می‌کنم کمکم کن. کلماتی مخصوص و کلیشه‌ای برای دعای توبه و بخشش وجود نداره. شما فقط باید در هنگام دعا صادق باشین. بیاین دعا کنیم. خدایا من متاسفم. من میخوام بازگردم و تو رو دنبال کنم. به جای اینکه دنبال امیال خودم باشم. من در زندگیم اشتباهات زیادی کردم. خدایا خواهش میکنم گناهانم رو ببخش. حالا میفهمم که تو منو از مجازات گناهانم نجات دادی. برفتم به بهشت رو ممکن کردی. در نام عیسی آمین. وقتی شما به طلبید عیسی جواب میده. یوحنای رسول مینویسه اگر ما گناهانمون رو اعتراف کنیم، او امین و عادل است و گناهان ما رو میبخشد و ما رو از تمام بی‌عدالتی هامون پاک میسازد. وقتی شما اولین دعای صادقانه خود یعنی دعای توبه رو میکنین، این بر اساس ایمان شماست و خداوند میگوید شما بخشیده شدید و لیست گناهانتان نابود شد. هنگامی که شما به عیسی مسیح توکل میکنید و اونو با ایمان میطلبید، از نظر روحانی از پل بین مرگ و حیات میگذرید و دوباره متولد میشوید.
بیایید برای آخرین بار هر یک از 6 جواب داده شده را بر اساس آنچه که حالا ما در مورد اینکه عیسی کیست و چه کاری برای ما کرده می‌دانیم بررسی کنیم. کسانی که فکر می‌کردند هرگز کسی را اذیت نکرده‌اند، در می‌یابند که تنها عصبانی شدن نسبت به کسی ما را مستوجب جهنم می‌سازد. ولی ما می‌توانیم بخشش خدا و پاک شدن جرممان را به خاطر مرگ عیسی بر روی صلیب بپذیریم، به طوری که انگار تاکنون کسی را در تمام زندگی خود ناراحت نکرده‌ایم. درصد کمی فکر می‌کردند که انجام 10 فرمان آنها را شایسته ورود به بهشت می‌کند، اما تنها شخصی که تاکنون 10 فرمان را به طور کامل انجام داده عیسی مسیح بوده و به خاطر همین بیگناهی او تنها کسی بود که می‌توانست به عنوان یک شخص بیگناه به جای ما مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم تجربه کند. بعضی فکر می‌کردند رفتن به کلیسا آنها را شایسته رفتن به بهشت می‌کند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد آنچه عیسی برای ما انجام داده ما را به خدا نزدیک می‌کند، نه انجام دادن یا انجام ندادن بعضی از کارها. دیگران فکر می‌کردند ایمان داشتن به خدا آنها را وارد بهشت می‌کند، اما اساس تعلیم کتاب مقدس می‌گوید که عیسی مسیح خداوند است. اعتقاد و توکل به عیسی تنها راه به سوی آسمان است. بعضی معتقد بودند آنها شایسته رفتن به بهشت هستند چون آنها بهترین کاری را که می‌توانستند انجام داده‌اند. اما کتاب مقدس میگوید تنها اشخاص کامل وارد بهشت میشوند و از آنجایی که هیچ کس کامل نیست، حد اکثر تلاش ما هم کافی نمیباشد. اما چون عیسی کامل است، او میتواند نقصهای ما را جبران کند. با توکل بر عیسی، کمال او گناهان ما را میپوشاند. بیشتر مردم فکر میکنند شایسته رفتن به بهشت هستند چون در مجموع آدم خوبی هستند، اما کتاب مقدس میگوید در کل آدم خوبی بودن کافی نیست. اما چون عیسی کاملا خوب است، اگر ما به او ایمان بیاوریم و توکل کنیم، خدا خوبی او را به حساب ما می‌گذارد و گناهان ما پاک می‌شود. آمار نشان می‌دهد که هر روز هزاران نفر در تمام دنیا تصمیم می‌گیرند مسیح را پیروی کنند. و حالا شما جزو خانواده صدها میلیونی مسیحیان از نو مولود شده می‌باشید. اگه شما از امروز عیسی را پیروی کنید، آرامش و برکتی را در زندگیتون تجربه می‌کنید که قبلا از آن بی‌خبر بودید و می‌بینید که چگونه او از راه‌های گوناگون شما را یاری می‌کند. به طور خلاصه اینها راه‌هایی هستند که باعث عمیق‌تر شدن رابطه مسیحیان با عیسی می‌شود. اول، با هر روز دعا کردن به خدا نزدیک‌تر شوید. حالا خالق جهان که در آسمان است، پدر شما گشته. با صحبت کردن با او به او نزدیک‌تر شوید و نگرانی‌هایتان را به او بگویید. احتیاجاتتان را به او در میان بگذارید و به صدای او که از درونتان با شما صحبت می‌کند گوش کنید. از او به خاطر اینکه کمکتان می‌کند تشکر کنید. اغلب مردم از این حقیقت غافلند که دعا یک رابطه دو طرفه است. دوم، با دیگر مسیحیان درباره تصمیمی که گرفته اید صحبت کنید. شما میتونید با اونها دعا کنید و اگر سوالی دارید از اونها بپرسید. باز بودن در مورد رابطه‌ای که با خدا دارید بسیار مهمه. کتاب مقدس میگه هر کس در برابر مردم خود را از آن او بداند، عیسی نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهد دانست. سوم، مطالعه دقیق کلام خدا با یک دوست. کتاب مقدس راهنمای زندگی است. بهترین کتابی در دنیا که پاسخ تمام مشکلاتی که برایتان پیش می آید در آن نوشته شده. در سالهای اخیر ترجمه های روانتری از این کتاب تهیه شده که به خواننده کمک می کند مطالب آن را بهتر درک کند. بهتر است از یک ترجمه تفسیری عهد جدید استفاده کنید و می توانید خواندن کتاب مقدس را از انجیل لوقا آغاز کنید. در طی مطالعه انجیل شما در می یابید که عیسی کیست و به مقام خودتان به عنوان یکی از فرزندان خدا پی می برید. هر روز قبل از خواندن کتاب مقدس از خدا بخواهید تا حقایق کلام را برای شما مکشوف سازد. او وعده داده به ما کمک کند تا کلامش را درک کنید. چهارم، سعی کنید با مسیحیانی که حقیقتاً به کتاب مقدس و سخنان عیسی وفادارند و بر رابطه شخصی با او تاکید دارند مشارکت داشته باشید. زیرا مشارکت داشتن با ایمانداران دیگر باعث رشد روحانی شما می شود. و مسیح گفته هر جا دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، من در آنجا خواهم بود. حالا دیگر ایمانداران برادران و خواهران شما هستند و به شما کمک می‌کنند تا در ایمان جدیدتان رشد کرده به خداوند نزدیک‌تر شوید. رابطه شما با خداوند اکنون مهمترین رابطه شخصی شما می‌باشد، زیرا این رابطه است با خود خداوند. خب، ما احتمالاً همدیگر رو در بهشت ملاقات خواهیم کرد، به شرطی که تو این امتحان قبول شده باشیم. آیا به بهشت می روید؟